به قسمت سوم از سفر نیویورک خوش اومدین. این قسمت قسمت خوراکی خوشمزه است. بر همین همراه هم باشید. بچه‌ها یکی از جاذبه های اصلا شهر نیویورک به اینه که غذاها و خوراکی که داره جای دیگه نداره. حالا دلیلی که هست اینه که میگن آبی که توی سمت شرق آمریکا هست باعث میشه که خمیر خیلی خوب ور بیاد، برای همین پیتزا و بیگل های خیلی محبوبی داره و کلا یعنی نون خمیرش خیلی خوبه. همیشه هم بین این بیگل استورا دعوا رقابته که کی بیگل بهتر درست میکنه. اول از همه بگم بیگل مثل پیراشکی یا دونات میمونه ولی حالت نون داره فقط و لاش حالت مثل ساندویچ درست میکنن. یکی از اون بهتره همین تامکینز سکویر هست. وقتی واردش میشین اینقدر انواع اقسام بیگل ها و کریم چیزای مختلف هست که آدم ممکنه گیج بشه. شما هر بیگلی رو بگید براتون میزنن، اما معروف ترینش بیکن اگن چیز هست. بیکن اگن چیز خیلی معروفه و هر دونات، هر بیگم دونات بیگلی رو هم بخواید براتون میزنن. مثلا من سسمی بیگل دوستم، میتونید بگید سکوپت کنه، یعنی داخلش رو خمیرش رو برداره کریم چیز بزنه، ولی من کریم چیز رو نداشتم تو بیگل تخم مرغی که نمیخواستم خمیرش آب بشه. و یکی دیگه که خیلی محبوب لاکسه. لاکس یعنی این که با ماهی سمن هست. پس لاکس این ماهی سمن هست دودی شده با سکالین چیز. من خیلی دوست دارم سکالین کریم چیز، خیلی خوبه که توش پیاز جم داره و کیپرز. میتونید به گوجه بزنه، هرچی دوست داشته بزنه و بچه ها واقعا مزه بهشت میداد. عالی بود. این دوتا جزء محبوب ترین هاست. حالا شما میتونید بهش چیزی اضافه بکنید، کم بکنید. بعدش برای دسر هم این شیرینی معروف نیویورکی هست، بلک اند وایت. مقصد بعدی پیتزایی. همونجور که بهتون گفتم نیویورک به پیتزاش خیلی معروفه به خاطر اون خمیری که درست بکنید. یکی از معروف تریناش هم جوز پیتزایی که خیلی از سلبریتی ها میرن رو دیوار میبینید. داخل شلوغ، خیلی جو باحالی داره و سلایس پنیر و پپرونیش خیلی معروفه. اصلا خود رفتن داخل مغازه خودش یه اکسپریانس، یه تجربه است، چون خیلی جالبی از شلوغی و فوق‌العاده خوشمزه بود. حالا نوبت دسره. یکی از بهترین چاکلت چپ کوکی‌ها مال لوینه. لوکیشن‌های مختلف داره و چاکلت چپ کوکیش خیلی معروفه با آیست کافی، آیست لاته. ببینید تازه از آون در اومده و داخلش رو که باز می‌کنی گوییه، یعنی خمیریه و پر چاکلته و بیرونش کرانچیه. خیلی خوشمزه است. صبح همیشه به دنبال بیگل باید بگردی، برای اینکه گفتم خیلی بیگل شاپای خیلی مختلفی هست و رقابت سرشون. یکی از اون خوبان باز راس اند دارترزه که لاکسش رو گرفتیم و یکی از معروفترین ها و محبوبترین ها بود. ولی حالا نظرم اینه که اون تامکینز سکویر خیلی بهتر از این بود. برای نهار رفتیم داونتاون، همجوری که میبینید داونتاون ساختمانه خیلی قشنگ داره. برای تاکو رفتیم یک جایی هست به نام لاس تاکوز، یعنی شهر تاکو، و منیوش ببینید چقدر ساده است، چند تا بیشتر نیست. خیلی از کسایی که اونجا کار میکنن فقط اسپانیایی صحبت میکنن. اولش با من اسپانیایی صحبت کرد و واقعا متوجه نشدم چی میگه و خیلی فستن، خیلی سریعن و همون جلوت دونه تورتیا رو میزنه. برای تاکو خیلی موادش تازه است و یکی از بهترین تاکوهایی بوده که تو الان خوردم. خیلی خیلی خوب بود. برای شب به سمت جایی رفتیم که میگفتن پیتزاش خیلی معروفه و خیلی از سلبریتی ها میرن به نام پرنس. بریم ببینیم چه شکلیه. محبوب ترینش هم پپرونی و وادکا ساس رو من انتخاب کردم، سپایسی وادکا. خیلی خوب بود. اما یکی از بهترین پیتزا فروشهایی که توی سوشال میدیا دیدم که خیلی از سلبریتی ها میرن یه جایی هست توی محله بروکلن، همینجوری که میبینید بروکلن زیبا. حالا جالبه این جاییه که اولا فقط ساعت 5 باز میشه، کش اونلیه و میتونی شراب خودتو بیاری و منیوش هم خیلی ساده است. همچنین داخلش خیلی قشنگه. همه هم اومده بودن برای اینکه اکسپریانس بکنن اینجا رو و یکی از بهترین پیتزاهایی بود که من خوردم. همه موادش تازه و روزانه تهیه میشه، برای همین خیلی مزه تازگی میداد. فرداش تولد پیمان همسرم بود و خواستم که اول برانچ بریم.
یک جای خیلی معروفه به نام بابیز، پنکیک های خیلی معروف داره با برانچ های معروف که خیلی خیلی خوشمزه و بهترین پنکیک بود. بعدش شب برای شب تصمیم گرفتیم که یه جایی بریم که موسیقی زنده داره به نام The Flat Iron Room و شکلات کیک شکلاتی خیلی خیلی معروفی داره، فکر کنم 24 لایه است که الان با هم میبینیم. وایب رستوران خیلی خوبه، خیلی قشنگه، خیلی رومانتیکه. اگر که میخواید برید جای قشنگ و خوبی، حالا بهتون چاکلت رو نشون بدم. اینم از چاکلت که خود آقای سرور میاد و براتون شکلات رو اینجوری میریزه و مزه میکادوی ایرانی میداد اگر که یادتون باشه. یکی از داینرهای اولد سکول یعنی قدیمی، مدلای قدیمی به نام کاتس هست نیویورک و خیلی معروفه. همجور که میبینید خیلی قدیمیه، به پاسترامی سندویچش خیلی معروفه. همجور که میبینید تو تصویر یه پاسترامی داره میبره و یه ذره به شما میده موقعی که دارید آماده میشید، بهتون یه ذره میده گشنگی نکشید. این هم سندویچشه و خیلی خیلی خوشمزه و ساده است و یه محیط خیلی خاصی داره داخلش، همه ساکت مدقب دارم میخورم. یکی از اون بیگل شاپ هایی که خیلی دوست داشتم لیبرتی هست. لیبرتی خیلی شلوغه و خیلی باحاله. لاکس گرفتیم و خیلی خیلی دوست داشتم. بعد به سمت بازار، یک بازاری حرکت کردیم که همچون که میدیم مثل بازار تهران تجریش میمونه، سربسته است به خاطر حالا سرما و خیلی مغازهای زیادی داره، خیلی خوشگله و پر غذا و میوه و اینجور چیزا هست که میتونید بگیرید. سمت شرق آمریکا و کانادا به داشتن لابستر، خرچنگ و گیاهای دریایی خیلی معروفه، برای همین لابستر رول یکی از غذای معروف ایست کوسته. همچون که میبینید یه استیشن دیگه بود، قسمه هاست دیگه بود که پاستا درست میکرد و همچون جلو خودت درست میکرد و خیلی وسوسه انگیز بود و یکی از بهترین پاستایی بود که خوردم با همین ظرفایی بار مصرفش، همین ظرفایی که تیک اوت، خیلی کیوت بود و خیلی خوشمزه بود. همونجور که میدونین ستارباکس یک کافی شاپ زنجیره‌ایه، ولی یه سری مغازه‌هاش خاصه در 7 جای دنیا فکر میکنم باشه. بهش میگن ستارباکس ریزرفت که غذا، شیرینی، دسر و همه چی داره. اینجا یکی از غذاهای خوشمزه میدل ایسترن بود که فلافل خوردیم با نون پیتای تازه و خیلی خوشمزه بود. اگه دنبال کروسانت و شیرینی هستید، کافه مامان رو بهتون پیشنهاد میکنم، خیلی شیرینی‌های تازه‌ای داره. به سمت اینجا الان سمت آپر ایست ساید نزدیک سنترال پارک راه افتادیم برای اینکه یکی از برگرهای خیلی خوب که اسمش برگر، یعنی کوبیده میشه اون برگر و نازک نازک میشه، به نام 7th Street برگر خوردیم و برگر خیلی سبک و خیلی خوشمزه بود. یه رستوران زنجیره‌ای که توی آمریکا هست به نام جواند جوسه و به ساندویچاش معروفه، خیلی ساندویچای ساده و نازک و خیلی خوشمزه ای داره، حتما برید اگه آمریکا هستید. مقصد بعدی بودیگا نیویورک، به بودیگا خیلی معروفه که مثل بقالی خودمون میمونه، هم بقالی هم ساندویچیه و خیلی شبیه بقالی ایران بود، روی یخچال رو از این نایلون ها انداخته بود، خیلی خیلی من یاد بقالی تهران مینداخت. همچون که میبینید پر ساندویچ های مختلفه که انتخاب باید بکنید. من چیکن کاتلت گرفتم و ساندویچ پروشوتو، من چیکن کاتلتش رو بیشتر از پروشوتو دوست داشتم. امیدوارم که بچه‌ها این ویدیو رو دوست داشته باشین و حتما برای من لایک و کامنت بذارید. امیدوارم گوشتنتون نشده باشه.